با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا. شما اونایی که از اول با من بودن، سالان سالتون با من بودن و کلیپ من دیدن، من هرگز از این نگفتم که رابطه قرارهای پنهانی در عمان در کجا اینا بیشتر میگفتن که از اگه بیشتر از من گفت مرحوم زن بود و ناجوان مردی بیشرف و فخرآور امثال و فرق نکنه، ولی من هیچ وقت نمیگفتم و اگه گابوده حرف میزدم فقط میگفتم که اینها به ترسوندن مردم هست و اونها هیچ وقت خبرگزاری نمیکنن، کدوم خبرگزاری نیست. اما من خبر رو میخونم، کامران رو میخونم. من روز با 12 تا دوستان توی عمان تماس گرفتم که همه شو تلفنشون بسته بود، هیچ کدوم تلفن باز نبود. من چون خب عمان رفت آمد داشتم، دوستان میدونن اونجا دیگه دوستان شرکت داشت و یک پروژه سنگین ساخت تالار عروسی و تالار کنفرانس و هتل داشت که من مدت رفتم کمکش و دیدم که نمیشه، وقتم کفاف نمیکنه، برگشتم. بنده خودم خواسته فوت کرد. بگذاریم، یعنی بزرگترین تالاری که در مسقط از عمان هست اون همون پروژه رو ما اجرا میکنیم، با ایشون کمک میکنیم، ساخت ساز من خود دستبارم باز بود در فکری. با خیلی تماس گرفتم، حتی با پسری بنده خودم تماس گرفتم، هیچ کم جواب تلفن نداد، اصلا بسته بود تلفن نشد. خیلی عجیب بود. اما چون به شما قول دادم و بچه میخوام بگم که نمیشه به کسی اعتماد کرد و همون حرف اون جوانی بود که با باید خود فکر خودم باشیم. وبسایت میدیل ایست ای در گزارشی به نقل از منابع آگاه مدعی مذاکرات پنهان میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده شد. در اساس این گزارش مذاکرات بین دو کشور تا الان دیده، هر کس هم عمان سابقه اسمی نیورده، اسم شخصی رو نیورده، ولی اینجا توی این خبرگزاری هست، میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده شده. بر اساس این گزارش مذاکرات بین دو کشور در رابطه با تحولات غزه طی هفته های اخیر انجام شده. این گزارش به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی گوید که برت مکورک هم چیست مشاور ارشد جو بایدن در امور خاورمیانه اخیرا مذاکرات غیر مستقیم رو با علی باقری کنی داشته و این مذاکرات با پیشرفت های همراه بوده است. به نوشته میدل ایست آی، این مذاکرات طی ماه جاری میده در مسقط پایتخت عمان برگزار شده است. عمان یک دهه پیش نیز میزبان نشست های پنهان میان مقامات دو تهران و واشنگتن بود که در نهایت به توافق هسته ای 2015 موسوم به برجام انجامید. حالا خوبی خبر هست و ما میدونیم، دوستان عزیز، ما میدونیم، کاملا میدونیم. اگر بخوام خودم به اون راه بزنیم این دیگه مشکل خودمونه که نمیخوام با واقعیت راه کنیم. اگه میاد میشینه با ترامپ و حرف میزنه و کار میکنه، ولی پشت پرده اینو منافعشون ایجاب میکنه که کشورهای بیرگوریشه، کشورهای بی اصالت، کشورهای ناتوان، کشورهایی که ضعیف هستن این کارها رو میکنن. ببینید هدف همیشه اینجوری بوده که اینا در مثلا وقتی قبلا کشور گشایی میشد، میامد از تو همون کشور آدم ضعیف رو پیدا میکردن، در رأس حکومت میذاشتن و آدم خودشون میذاشتن که خط بده و خط بگیره و خط بده. طبیعیه که اینا منافع ایجاب کنی کار انجام بدن. ما در تو تاریخ هم در تو کشور اتفاق زیاد افتاده، مثلا از آغاسی بگیری تا مثلا چند توی دیگه از این وزیره که بودن، مثلا ولی مثلا وقت امیر کبیر شد که میکشن و اینها در تو تاریخ بوده، کشور مختلف هم بوده، یعنی از اینجا یه جوری میگرفتن، حالا جور دیگه میگیرن، حالا آمدن جور دیگه گرفتن کشور رو و پشت ابرزدرت هم پشت پرده با هم توافق کردن که آقا ما گرگ ها با هم کنار بیم با هم باشیم. در نتیجه از این در میشینن، از در شازار میشینن، اونجا میشه مذاکره میکنن، بچه به اسم کارآفری میرام فلان. دوستان عزیز، کارآفرین در دنیا وجود نداره که 10% نه 15% توان کارآفرین ایران داشته باشه، وجود نداره. من آلمان کار کردم تو کارخونه جات کروب، گفتم بهتون من ترک اونا میدادن میکشیم برای کار قالب بخواستم بزنم، من به حد اکثر در دکسه 25 دقیقه تمومش میکردم، اون تا زور پفوف میکردم، بچه باز میریختن، باز اشتباه میشد، زور بکن دوباره از نو. ولی من تو این مدت با اینکه آماتور بودم محال بود یک بار اشتباه کنم، چون دو بار فکر میکردم، بالا پایین میکردم، تایستری میکردم. من خب در زمانی که هنرستان بودم رسم فنیم خیلی خوب بود، درس فنیم خیلی خوب بود، بچه کار و کار عملی میکردم، من مثلا پرسپکتیو اینا قشنگ آماده بود. چشم همیت بگذاریم و اینها
همه جنس ها چرا گرون در میاد؟ چرا مال چین ارزون در میاد؟ چرا مال هند ارزون در میاد؟ اونا میسازن، زحمت ها رو میکشن، پدرشون در میاد 20 بار 30 بار قالب میگیرن، ذوب میکنن، فلان میکنن، چینی میادش کپی میکنه. حالا من به کیفیت یا کوالیته اون جنس کافی کار ندارم، میخوام بهتون بگم اینطور هست. اینا باید در کشورهای مختلف باشن، اینا باج بگیرن، باج بگیر هستن، اینا سرکیسه کردن مردم ها هستن توسط آدم هاشون. برای ترامپ زمین بره زمان، برای هر چی بره آمریکاییه، معرفی کشور در نظر میگیره. پس جلسه کارافه اینا قصه است. الان راحت بهتون بگم، بلا من چون خلاص کامروشه بهتون میگم، ترامپ، بایدن، مایدن، کوفت، زهرمار، کشور دیگه بی نتیجه هستن. باید اسرائیل رو از رده خارجش کنن. ترک مصرفش تموم شده است. تا از اینکه تونستن دوشیدن میام که حریص‌تر از اون است که فکرشو بخواهم بکنید، حریص‌تر از اون که فکرشو بخواهم بکنید. کسی که به زن بچه خودش رحم نمی کنه، کسی که با شخص خودش رحم نمی کنه، کسی که بدترین غذاها رو از نظرش میخوره که خرصرفجی در خرج بکنه، این نمیتونه واسه دنیا تصمیم بگیره و کار اجرایی بکنه. فقط دنبال سود کلان خودش هست. شما اگه توی در سطح دنیا یک یهودی پیدا کنید که جنسی رو بفروشه یا بخره بفروشه که احتمال خراب شدنش باشه، شما در تمام 8 میلیارد جمعی بگردید یک یهودی پیدا کنید که میوه فروش باشه، محال پیدا بود. چون این فکر این خراب میشه، اگه خراب شد چیکارش کنید و خیلی شده دیگه. پس در نتیجه اونا منفعت خود درزم میارن. بعد کسی با مادر خود زنا کنه با دیگران چیکار کنه؟ اینها نمیتوانند برای مردم خدمت بکنن و نمیخوان، ذاتشون اجازه نمیده، کارشون نمیشه کرد. در نتیجه میخوام به دوستان بگم که اینها سرگرم میکنن، بازی میکنن و از این حرفا. حالا من یک کلیپ از شازده زمان هست که خواهم گذاشت، این چند روز دیگه بگذره خورده جو آروم‌تر بشه و اینو بهتون بگم. اونا هرگز به فکر ما نیستن. یا سر ما اونجا گرم میکنن، بعد اونجا کار خودشون رو میکنن که الان کردم عملا. و اینها دنبال جایگزین اسرائیل در منطقه هستند. اینها دنبال یه قدرت دیگه در کنار اسرائیل هستند که چه خوب شیعه هم باشد که عربا رو تنبلشون بلرزونه، عربا رو تیغ بزنه، عربا رو پیاده کنه. و مطمئن باشه اینا بن سلمان هم از بین خواهم برد، چون یادم روشن فکریه. اینا نمیخوان روشن فکر، میخوان چیکار کنن؟ اینا کسایی میخوان که هرچی گفتم بگه چشم. بچه هم چهار تا زن چهار دختر تو بغلشون بندازن و سرشون گرم کنن و فلان کنن و بیسار بمدان کنن که توی سالیان سال کردن، به خصوص بعد از که اوپک دور شد از این حرف. خب پس میخوام این رو به خدمت عرض کنم که اگر میاد اونجا ترامپ میشینه با شازده ازم صحبت میکنن، این میکنن از این میاد میشینه بایدن نیزم میشینه چکار میکنه؟ بایدن و ترامپ یکی هن دو روی یک سکه هستند، منفیش جام میکنه و میان با اینا کنار میان، اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم. بعد این هم بهتون بگم الان اتفاقی که بره، چرا دوباره جمهوری اسلامی رفتن؟ چون اتفاقی که افتاد فرماندهان حزب الله همشون از بین رفتند، 90% از بین رفتن، به خاطر این هست که عرب جماعت ذاتش این در تو تاریخ هست، وقتی فرماندهش میمیره از هم میپاشه، خیلی زمان میخواد تا برگردن. در نتیجه اینا میان با حکومت کنار میان، حکومت کنار آمدن بعد میان باز همون جاری که مثلا آقای من برات فرستادم کلیپ شازدار که تکست شازدار که آره آقای ترامپ اومده اینجوری گفته از رفته بونا کنار اومده، این ذاتشونه. غیر از این باشد باید تعجب کنید. هرگز گربه عابد زاهد نمیشه، منافعش جاب میکنه. دوستان موش گربه عابد زاهد کنید بخونید، شما این همین جریان هست، ریشنامه‌شو بخونید، در جریان این طرفی هست. پس من یه میخوام بگم، من با کس دشمن نیستم، من عاشق کشور و عاشق ملت هم هستم و هدفم یک چیز هست، آگاهی دادن، روشنگری کردن. و اگر کسایی هستن اون اطراف شازده نشستن و اونها بدبخت فلک زده هستن، اونا فکر چهار روز هستن، فکر بدش نمی کنن، جیک جیک مسئول شده، فکر زمین سنشون نیست، اینا نمی فهمن. اگه می فهمیدن که می آمدن برای آینده خودشون لاقل قدم برمیشن، نه که نوکری اینون رو بخوام بکنن و اجنبی پرست باشن و هرچی اونا میگن به 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 چه چه اوه 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 اوه، نه این حرف مفته. یک ذره فکرم نمی کنن که چرا میاد این کار میخواد بود، چه هدفتش نفته است. اینو میخوام بهتون بگم که حزب الله عملا نابود شده است، فرمانده هاش نیستن و اینها میخوام با اینا کنار بیان کاری بکنن که اینها رو بکشن به منطقه. مسئله بعدش هم بعدا خواهم بکنم، یه خورده زوده گفتنی حرفم.
مثال سادهش ببینید، الان آمریکا تقریبا 10-12 سال هست که چه جمهوری خواه و چه دموکرات تلاش کردن که ونزوئلا رو درستش کنه، نتونستند. حالا تو ونزوئلا مجسم رو بیاره بفرام، ولی در نهایت اون تعداد آدم که طرفدار این طرف هستن نداشتن، نتونستن کاری بکنن با اونها و الان اون رهبر اپوزیسیون فرار کرده به کشور دیگه. میخوام بهتون بگم که ارزی ندارن مگر بیان روی من رو تو کار بکنن، از درون ما را داغون بکنند. هدفشون اینه، همشه کارم کردن، هم کاری در زمان شاه کردن. آقا بایدن، آقا این اینجوری، آقا اون، آقا از طالبان بدتر فعلا ما در دون حکومت داریم. چی آوردش سر کار؟ برای چی آورد سر کار؟ برای دوشیدن کشورهای منطقه. طالبان سر حد سرش میشه؟ زبون میفهمه؟ زبون میفهمه؟ کی آورد؟ آمریکا آورد. چجوری آورد دیگه بماند؟ از پول کی آورد؟ از پول از نفت قطر آورد. حالا میاد آمریکا به قطر باج میده، میگه اشکال نداره آدما هر جای دنیا خواسته برن، کشور بخواد ویزا نمیخواد. خیلی زحمت کشیدید. خش کس کیسه مهمان بود، حاتم تایی بودن آسان بود. شما آقا دوستان عزیز، من هدفم این هست. من میدونید خودتون، من یه زمانی یاد من میافتید، خندتون میگیره، گریهتون میگیره، هر چی از من کار ندارم. بو محمدی حرفا رو میزد. برای چی میزنم؟ بیکارم اینجا؟ بیارش هستم اینجا؟ نه. پس اینه که ما هر کاری میخوام بکنیم بکنیم، ما نمیگیم با دنیا قطع رابطه کنیم، اما منافع خودمون رو در نظر بگیریم. اول منافع ملتمون، کشورمون اینا نگری کنیم، بعد با اونا باشه چش رو سود کنن. ولی نه که اینجوری باشه که همه چی برای خودشون بخواد، فقط آشغالش بدن به ما. من یه روز با داییم برای اولین بار آخرین بار بحثم شد، تو شمال بودیم. بعد دردش به من گفت تو هیچ پخی نمیشی، تو بین من رفیق باز هستی. دیم راست میگه، من رفیق بازم، اونم رفیق بازه. اما گفتم دایی یک فرق عمده من تو داریم. گفت رفیق باز چه فرق عمده؟ گفتم فرق اینجاست که من اول برای پدر مادرم میخوام، دوم برای خانوادم میخوام، سوم برای فامیل نزدیکم میخوام، چهارم برای هموطنان میخوام، پنجم اینجوری تا. اما تو اول برای دورترین افرادی برای میخوای بگی که مثلا فلان توکیامی به به چه خانی، بعد دوستای اونها، بعد بیاد 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 تا به جایی برسه که به ذره بشر استخوناش برسه. فرق من تو اینجاست، جز رفیق باز هستیم، ولی جفت یک چیز، ولی راه فرق میکنه. من اول باید فکر وطنم باشم، مردم کشورم باشم. و اینجا یک جمله میخونم براتون که یک دوبار خوندم، ولی این دفعه فرق میکنه. بخونم براتون و بعد کلیپ بعدی سر کلیپ بعدی صحبت خواهم کرد. آقای رئیس سازمان دول هم خیلی عصبانی شده، گفته صحبت میکنم براتون. مثلا پیشنهاده که این پزشکی رو اونجا میده حرف خامنه ایه، ولی بعد به جاش مثلا تکذیب میکنه، حالا که محاضر این کارو کار میکنه. با همه ایمانی که به سرنوشت مردم دارم، با همه ایمانی که به سرنوشت مردم دارم و زندگیم رو همه وقف مردم کرده ام و این کلمه رو میپرستم، اما هرگز دلهوره ای را نداشتم که مرا چگونه میشناسند و از من چه میگوین اصلا اهمیت دارم نداره، زیرا نه به خود اهمیت میدم که وسوسه ها رو داشته باشن که مرا درست بشناسند و نه به بینشی و فهم عمومی اعتقادی دارم که مرا خواهند دید و خواهند یافت و همیشه به سرنوشت مردم هم میاندیشم نه به نظرشان. نیستنده مطلب مهم نیست، سرنوشت مهمه. هر نظر مختلفه، 8 میلیارد نظر تو دنیا هست. من اگر من محمدی رفتی به دیخو لافم بزنم برسون، من اگر میخواستم مرید پروری کنم، افراد رو خودم جمع بکنم، حداقل 10 میلیون نفر رو جمع بکنم تو ایران و تو منطقه، ولی هرگز این کار نکردم. من دوباره مرید پروری نبودم، دوباره آگاه کردن مرید ها بودم که برید اصل کاری رو پیدا کنید، خودتون رو بشناسید. خب من باز کلیپ خواهم گذاشت، این مقدمه بر کاری که شده و اینو میخوام بهتون بگم که هیچ کس به فکر ما نیست، هیچ کس به فکر ما نیست، هر چی هست فقط منافع خودشون میبینند، منافع خودشون میبینند. پس حواسون جمع، میخوام معامله ام بکنیم لااقل برد برد باشه، چرا نکنیم؟ با همه دنیا حاضریم، ولی به شرطی که پای کاغذ، پای قرارداد، پای عمل که میاد
همه چی برد برد باشه. همین. ایام بکام، روزگارتون خوش.